بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. من مسلمانم باشه آمد غیرت و جرأت و هم شد. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران محترم، ما تقريبا ده مدت يك سال يكريم سال هميشه کوشش ميكردم كه موضوعاتي كه بسيار با اهمیت باشه و سر از او باید بحث شوه، زیادتر هم تو موضوعات پیدا میکردم و میگفتم که از طریق درس ها بر دوستا تقدیم شوه که در داخل و خارج که مردم ما بود نیاز دارن. وقتی من یک تحقیقی را درباره عقیده شروع کردم، خواستم دمی 6-7 ماه پیشتر که یک کتابی درباره عقیده در قرآن و سنت نوشته بکنم، امی نشه کردن از این کتاب تمام برنامه های دیگی مرا از بین برد. ای به خاطر از این که ما با نشه کردن از این کتاب بسیار متاثر شدم، خودم ملامت کردم، مردمم ملامت کردم، علمای ما را ملامت کردم و دیدم که ما درباره هر موضوع گپ میزنیم، گاهی یک شخصیت معرفی میکنیم، گاهی مثلا سر مسائل فقهی گپ میزنیم، گاهی سر مسائل اقتصادی گپ میزنیم، ولی عقیده که اساس دین است، بنیاد دین است، والله که عقیده درست نباشه اگر روز 10,000 رکات نماز بخوانی بفایده هست. اگر عقیده درست نبود تمام روز ذکر کنین به دردتان نمیخوره. اگر عقیده درست نبود نظام اسلامی بسازی، خلافت اسلامی بسازی، قانون اسلام بخوای تطبیق بکنی نمیتونی تطبیق کرده و بالاخره از ضعف عقیده استفاده کرده دشمنای اسلام دوباره نظامتان شکست میده، خلافت هم شکست میده، کل از اینا را. اینال دوباره چی اول گپ بزنیم؟ ما خلافت اسلامی داشتیم، لیکن خلافت اسلامی سقوط کرد. چرا سقوط کرد؟ وقتی که دشمنای اسلام عقیده مسلمان ها را ضعیف ساخت. ما حکومت ها ساختیم. دمی افغانستان 1.5 میلیون انسان به خاطر همی اسلام شهید همی جا داده. دیروز 24 اهود بود، نه؟ در روز 24 اهود شما از مردم ایراد پرسان کردید که چند هزار مسلمان روسا به شهادت رسانده و با خون این همی مسلمان ها بیرق اسلام بالا شد. لیکن وقتی که عقیده ضعیف شد، همی مسلمانه که ادعا میکنه که من مسلمان هستم و مجاهد هستم، چون عقیدش خراب شد، اول داغورش خود همی کفر میگیره، همی برش مدال میده. میبینه که جورج بوش صدا میکنه که
ای جنگ جنگ صلیب است. کل دنیا میفهمه. ولی با وجود از این در افغانستان برای جورج بوش مدال داده میشه. کی مدال میده؟ لنگیدار، ریشدار، شخصیت ها فلان. چرا؟ به خاطر از اینکه عقیده ما ضعیف است. چرا یک جوان مسلمان در استرالیا یک بلس ریش داره؟ من یادم امروز یک برنامه دارم درباره نیو مسلمز، مسلمان های جدید، همراه استاد قیام بودی یک جای سرزی کار میکنیم. در روی سرک لندن یک نفر جوان مسلمان یک بلس ریش داره. و مردم به طرف اسلام دعوت میکنه. و ما تو که خوب خودم مسلمان و مجاهد و مجاهد زاده و دین از ماست و ما هستیم، حتی یک بی نماز به طرف نماز دعوت کرده نمیتونیم. چرا؟ مشکل عقیده داریم. نگوین که ما نداریم. ما والا راستیش کل درس‌ها را ترک کردم. تا که بحثای عقیده را خلاص نکردیم انشاءالله و تعالی سر دیگر موضوعات گپ نمیزنم. اللهم الا اگر کدام دوستا سر کدام موضوعی کدام وقتی بسیار تأکید بکنن که این موضوع حداقل 13 ماه کورس عقیده داشتیم. یعنی ما چطور میدانیم که در خطی که صحابه کرام در حرکت بودن دمو خط بریم؟ و چرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 13 سال درس عقیده داد؟ و چرا عقیده مهم است؟ چرا عقیده مهم است؟ امروز ما کامل تحقیق میکنم. در آخر الزمان وقتی میایه که انسان صبح مسلمان میباشه و دیگر کافر میشه. دیگر مسلمان میباشه صبح کافر میشه. چرا؟ در این موقع خطرناکی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خبر داده ما شما قرار داریم. بسیار کسا صبح امرای در صف مسجد است نماز میخوانن، شام در تلویزیون سعی میکنیش که کفر میگن. کافر شده خودش نمیفهمه. یا میفهمه یا نمیفهمه. و اکثرا در افغانستان که از دایره ایمان میبراین کسایی هستند که نمیفهمه. و یا کسانی هستند که به حساب نیمچمولا هستند. نیمچمولا چی هست؟ نیمچمولا ایمان ها که لا عالمون یعرف و عقیدته و دینه و کتابه. نه عالمی هست که عقیده خدا بفهمه و دین خدا بفهمه و کتاب خدا بفهمه. ولا جاهلون و نه جاهل است که یورید ان یتعلم که بخواه که اراده بکنه که بفهمه. نه او قسم است نه او قسم است. نمیفهمه. لیکن در پاولی از مشکل چی است؟ مشکل چی است که نمیفهمه که من نمیفهمم. و خطرناکترین از یام که کسی است که نفهمه و باز تو فکر بکنن که نیمه میفهمه. امروز اکثر مردم در مسائل اعتقادی تکواندو باز میخیزه خودم ملا جور میکنن، مردم بر طرف دین استاد کلب در عقیده گپ میزنن، اوتالی هم سعی بودم ببینی وقتی در عقیده ابراز نظر میکنن، دریور هم در عقیده ابراز نظر میکنن، مثلا گلکار هم سابقه شبه کشی گلکار هم سعی بیام زعیم یک طریقه هست، یه همسای بر مردم عقیده درس میده و بر مردم میگه قسم سجده کنین یک قسم رکوع کنین، دیگه جای میر سای که دگروال سای بر مردم از عقیده و از قرآن گپ میزنه و مردم افغانستان هم عقیده خود از کجا میگیرن؟ از کتابای شعر میگیرن. از این خاطر برادرای عزیز والله ما وقتی که در عقیده تحقیق شروع کردم یکی است که ما میخوانیم کتابا را، یکی آدم تو تحقیق میکنه که نوشته کنه، فصل بندی بکنه، خوب عمیق‌تر موضوع را 3-4 دفعه بخونه تا که بفهمه. باور بکنین که وقتی ما دیدم که بسیار ما مشکلات اعتقادی داریم مثلا در عقیده، ما بسیار ترسیدم، بسیار ترسیدم. روزم را یک استاد چیشته بودیم در مسئله تمثیل گپ میزنیم، گفت که والا مثلا گفت به نظر ما استاد، به نظر ما استاد گفت که به نظر ما این است که اگر آدم مثلا در نقش یک کافر کار بکنه به خاطر منفعت اسلامی چی مشکل داره؟ ما گفتم درست است، تو از نگاه نظری میتونی این کارو بکنی، لکن من میترسم. من اینمی ترس که من از خالق دارم، من می قسم که من دم یه عقیده کار کردیم، من این جرأت نمیکنم، این جرأت داشتنم. یعنی یک نفر بخیزه پیش بت سجده کنه
والا فیلم از تمثیل است نو پرابلم، لکن برای من چرا پرابلم است برای تو نو پرابلم؟ به خاطر ازی که من از اینمی حمل خود میترسم، به خاطر کلمه میگه که تو چطور عقیده داشتی، تو چطور ایمان داشتی که این جرأت بر تو داد که تو قرآن در کثافت دانی بدی یا بر بت سجده کنی یا یک گپ زشت بر پیغمبر بگویی یا یک گپ زشت العیاذ بالله به ادبی بر خالق بکنی. از این خاطر درس عقیده بسیار مهم است برادر عزیز. باد ازی در درسای که اینجا می ما کورس عقیده را شروع میکنم، لطفا کتابچه را بیارین و از الف بای عقیده شروع میکنیم. باور بکنین نقاط دقیق دقیقی هست که انسان کافر میشن. مثلا ما بردون یک گپ عادی رو بگویم. عمل در افغانستان بسیار ساده هست که یک نفر بخیزه خداوند عاشق بگویه، پیغمبر عاشق بگویه، خدا عاشق بگویه، خدا را العیاذ بالله معشوق بگویه، العیاذ بالله. عادی است نیست. حتی در مسیجی ها بر ما روان میکنه که ما عاشق خدا هستم و خدا عاشق ماست و خدا عاشق پیغمبر بود و پیغمبر عاشق العیاذ بالله. این می کلمات در حالی که در عقیده قاعده هست که نام های الله سبحانه و تعالی توقیفی هست. چی هست؟ توقیفی چی مانا؟ مانای توقیفی است که آنچه که در قرآن و سنت آمده نه ای زیاد کرده میتونی نه کم کرده میتونی. نام های الله سبحانه وتعالی اسماء و صفات 99 نام رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفته است ای از قرآن و سنت پیدا بکنین. ما عمل که در افغانستان که شما سعی کنین مدیدم در بعضی کتابا 220 نام برای خداوند جور کردن. اونجا مگه توقیفی است از نگاه عقیده؟ سعی کن عقیده چقدر خطرناک است. توقیفی معنایش است که 99 اسماء و صفات است، از این 99 ایره 98 هم ساخته نمیتونی و ایره 100 هم ساخته نمیتونی. یک دانه بالا برده نمیتونی، یکی پایان نمیره. چون تو مسلمان هستی باید 200 تسلیم باشی آنچه که در قرآن و سنت میگه. لکن در افغانستان شما ببینید چقدر مردم امی ادب مراعات میکنن. شما ببینید این 99 نام آیا کلمه عاشق آمده؟ من اینمیال خالق سابق میگفتم نمیفهم. امیال مثلا پیشمک مکتبه شامل است، وقتی که مکتبه شامله که دبین از چندین هزار کتاب حدیث است، تفاسیر است، وقتی که میپالم کلمه عاشق در متون اسلامی در قرآن سنت وجود ندارن. پس ما دین از کی گرفتیم؟ یعنی از کجا میگیریم دین خدا؟ این عاشق از کجا شد؟ این معشوق از کجا شد؟ در قسمت قصه های پیغمبرا شما توجه بکنین، در قسمت قصه های پیغمبرا قرآن عظیم الشان برای ما چی میگه؟ تلک من انباء الغیب. ای قصه هایی که ای پیغمبر ای محمد صلی الله علیه و سلم برای تو گفته میشه، ای قصه های غیب از نوحی ها الی ما ای را وحی کردیم برای تو. سبحان الله، وقتی که قصه پیغمبر مربوط به غیب میشه و ای غیب فقط از طریق وحی پیغمبر میفهمه، اگر برای پیغمبر وحی نشه پیغمبر خودش نمیفهمه. پس چطور ما امیال ببینیم در کتاب های ما و شما قصه های از پیغمبر ها هست که پیغمبر را داشت نام میدن؟ پیغمبر میگه دل فلان نفر از دین سیاه کرد، دل سنگتراش پیغمبر از دین سیاه کرد، پیغمبر اولوالعزم برش قصه جور کردن. این قصه را از کجا گرفتی؟ میپالیم صاحب در قرآن نیست، میپالیم در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله نیست، میخوانیم در کتابای سیرت نیست. او مردم افغانستان از کجا کردین این قصه ها را؟ به خاطر از اینکه ما آنقدر باز هستیم. بله مردم ما چی میگن؟ میگن ما سیکولر نیستیم. اوکی، یو آر نات سیکولر، تو سیکولر نیستی، سیکولر نظری نیستی، لکن عملا سیکولر هستی. دید به ما چیم؟ به ملاحظ دیگه ملاحظ میفهمن دیم. امی گپ کیست؟ گپ سیکولر هست نیست؟ دینداری دنیا داری در سر لره، شاعر ما میگه دینداری دنیا داری در سر لره، مالی دل هیچ دیندار دنیا دار نده. ای گپ سیکولر است نیست؟ شاعر سیکولر است، میگه دین با دنیا جمع نمیشه. در حال که قرآن چی میگه؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یعنی پروردگارا برای من لپتاپ 1,500 دلار بده حسنه دنیا است نه، و فی الاخره حسنه، و در دنیا هم از امور راکتایی که از یک قاره به قاره دیگه میری در جنت کسی بر یک جنتی چقدر آدم میشه؟ مگر مسافه بین زمین و
آسمان چه قسم؟ مثل که هر سیاره بر ما و شما توضیح شود در دنیا همیل مثالش هست. اگر یک سیاره بر هر کس داده شد همیل چقدر سیاراتی هست؟ نیست کسایی که ساینس خواندن از تعداد انسان ها زیاد هست نیست. هر سیاره که هست از زمین که چند کلانتر است. اگر بر هر انسان یک سیاره داده شود میشه نمیشه؟ خب این خود دنیاست مثالش فار اگزمپل. اما در آخرت خب سبحان الله ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دیندار دنیادار بود. مالی دلی هیچ دیندار دنیادار ندهی. این شاعر میگه در حالی که گپ شاعر غلط است. چرا سکولر عملی هستیم؟ ماتریالیست نیستیم از نگاه نظری که ما بگیم ما ماده پرست هستیم، لکن از نگاه عملی خب ماده پرست هستیم. اگر لباست لوکس بود کلا که باید سلامی میکنن، نداشتی لباس لوکس کس کد صحیح سلام علیکی نمیکنن. هستیم نیستیم ماده پرست؟ مردم به حساب لباس میشناسیم نمیشناسیم؟ کسی که موتر 2005 داشت برازو خوب ملای خدا قاط میکنیم نمیکنیم؟ اما کسی دید مثل من استاد یک روز استاد دایره دید سر بایسیکل میگه او استاد شما سر بایسیکل میگردید؟ من گفتم چرا، من از آسمان داشتیم؟ من یک دفعه خوشم آمد سر بایسیکل هم تو میرم، یک روز هم تو پای پیاده در شهر چکر میدم. یک روز یک کس آمده بود از لندن گفت استاد کار داریم چطور است؟ من کتی یک دکتر سیب سلمان تو دران روان بدیم. من چبلقا در پای ما بود همیزم استاد دایی گفت ها. من گفتم چی دیگه؟ خال چبلق است. حالا اگه چبلق من مرا از دایگری میکشه این حال چرا گپ سر ازی است که ما اصلا ماده پرست نیستیم؟ چرا در گپ خدا را قبول نمیکنیم و در آروسی و در فوت گپا کلش رواج ها را تطبیق میکنیم؟ به خاطر ازی که ما رواج پرست هستیم نیستیم؟ فرهنگ پرست هستیم نیستیم؟ چرا که قرآن برات میگه که روز سه نیست، پیغمبر میگه روز سه نیست، شب جمعگی نیست، روز چل نیست؟ چرا شله هستی امیر ما کم گرفت؟ به خاطر ازی که ما رواج پرست هستیم نمیتونیم خدا خلاص کنیم. اینا از این خاطر عقیده خب در رواج مشکل، در این مشکل. چرا ما مثلا پشت نوروز ما کم گرفتیم؟ نه استاد شما زی بارا گپ نزنین، حال ما باید یک نوع تفاهم بین مذاهب. خب یعنی تفاهم بین مذاهب ماناشی است که هر چتلی عمرداری و جمشید و خورشید و بهمن و سهراب و رستم و هر چتلی بیاد در دین داخل کنیم بگیم اوکی خلاص امضایش کو به خاطر از اینکه ما تفاهم بکنیم؟ نه خیر برادر عزیز، تفاهم مانایشی است که ما به قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تسلیم شویم. هر کسی که به قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تسلیم بود برادر ماست. اما کسی که مثلا 15 سال است فاتحه بتای بامیان خلاص نمیشه. ها؟ اصلا نیستم تو. بتای بامیان فاتحهش خلاص شده؟ همین الان کسایی نیست که گریان بتای بامیان. ما گفتم رسول الله صلی الله علیه و آله 360 تایش چپا کرد. طالبان یک دانش زدن دل تا را کفانده گده وقت میبینیم که بیخی گفتان خراب بود. این حال گفت سر چی هست؟ گفت سر ازی هست که ما آنچه که باید باشیم نیستیم، آنچه که ادعا میکنیم ما نیستیم. و از این خاطر برادر عزیز آنقدر در افغانستان بیادبی در مقابل عقیده است. والله ما کسایی را دیدیم که بسیار عالم است، کتاب عقیده یک چیز میگه و او برعکس از او بی‌ادب است. مثلا میگه که اگر یک عالم دین خیرات کرد یک ملائکه در آسمان شیشته باز دول میزنن. میگن نمیگن خوب ریش سفیده کتا کتا. این همی کاکاگا که ریش سفید خدا شرمانده تاریخ تیر شده یک سپایر شدگی دو مرتبه کافر شده لکن نمیفهمه. دمی گفتش دو کفر است. اول یک کفرش به خاطر ازی که علمای اسلام توهین و تحقیر میکنن، یعنی هر کس که عالم اسلام بود بوده که خیرات نمیتن. او ای عقیده کفری همی کاکاگا است. و عقیده کفری دوم دیگه چی است که دمی کلمش بیادبی عقیده است؟ به خاطر از اینکه پیغمبری را که ملائکی را که الله سبحانه وتعالی میگه که ملائکه چی است؟ معصوم است. آیا یک موجود معصوم دول میزنه؟ اگه این خود کاکاگا که بوی که دیروز از زیر دول میرسید بابا کلان دول چی بود؟ قطع جنگ میکنه. اوه پدر کلان مرا گفته که دول چی؟ یک گفت بسیار زشت است.
خب پدر کلان تو که معصوم هم نیست، دولچی بوده نمیتونن. ملائکه معصومی که الله سبحانه و تعالی او را معصوم معرفی کرده برازو تو دوله نسبت میدی، آیه عقیده درست است؟ اصل نیست در بین مردم افغانستان. پس برادر عزیز خطر عقیده در اینی میجه است. بعضی کسا هستن امیال مثلا خطر در بحث در عقیده چرا مهم است؟ امیال بسیار قصه هاییست که انسان در کفر میکشونه. امیال برین بسیاری کتاب ها رو بخوانین به نام قصه سلن بیا. قصه ایش از کجا گرفته؟ از کتاب تورات و انجیل، از بایبل تحریف شده. از او قصه ها رو گرفته به نام قصه سلن بیا، مردم خوانده میرن. در قصه سلن بیا چیزایی رو میگن که سر پیغمبرات تهمت است و دشنام دادن است. ولی متاسفانه چون ما عقیده رو نمیفهمیم، از این خاطری قصه ها رو میخوانیم و این قصه ها رو روز به روز گفته میریم. از این خاطر برادرای عزیز محترم، من خواستم که امروز براتون بگویم که بیاییم که ما و شما سم 13 سال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم درس چی داد؟ لا اله الا الله، نیست هیچ کسی قابل عبادت الا الله. دمی 13 سال صحابه فهمیدن که لا قابل للعبادت الا الله، لا مستحق، نیست هیچ کسی مستحق عبادت بغیر از الله، نیست هیچ کسی مستحق سجده الا الله. سجده مانا لا اله الا الله امی است که سجده چی است؟ عبادت است. نیست کسی مستحق سجده که برای ما سجده بکنیم بغیر از الله. امروز در افغانستان و پاکستان و هندوستان روزانه به 1 میلیون انسان بغیر الله سجده میکنه به نام مسلمان. باورتان نمی؟ پیش ما فیلم ها هست در پای پیر صاحب سجده میکنه. ای بالا اله الا الله یکسانش یزدتش هست. خیر سینه ما وهابی، ما سلفی، ما بیدین، لیکن ادقل الله بنا ما عقل داده. یعنی وقتی که میگی لا اله الا الله ادقل برای زو که بگوی میگه نه شما ای گپار وهابی ها میزنه. خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم چی میگفت؟ رسول الله نمیگفت که لا اله الا الله؟ قرآن نمیگه که لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، به شمس و قمر سجده نکنیم. خب وقتی که میگی لا اله الا الله ببینید که چقدر مهم است. گپایست بسیار ساده، چون عقیده اسلامی بسیار ساده است و خاطر از این کلگی باید بفهم. لا اله الا الله سعی کنیم وقتی گفت که نیست هیچ کسی مستحق عبادت، آل عبادت چی هست؟ الا الله، بغیر از الله. اینه قبول داریم؟ کل ما قبول داریم نه؟ که هیچ کسی مستحق؟ آفرین. خب لا اله وقتی گفتیم که هیچ کسی مستحق عبادت نیست، پس عبادت سجده چی است؟ عبادت است نیست؟ پس هیچ کسی نیست مستحق عبادت الا الله. صحیح نه؟ همین کسایی که به مخلوقات، به پیر خود، به عالم خود، به مولوی صاحب و بر شیخ صاحب و بر درگاه صاحب سجده میکنن، ای بالا اله الا الله تکر میکنه یا موافق است؟ تکر میکنه. خب رکوع عبادت است نیست؟ ورکعو عبادت شد نشد؟ آفرین. چقدر مردم است که خدا در مقابل مخلوق، وقتی که میاد در مقابل مخلوق رکوع میکنه. ببین عقیده چقدر نیست. بسیاری کسی هست میگه السلام رکوع، السلام علیکم استاد خوب است، استاد خوب است، خوب است، دوستایت است، گناهیت بده. چند نفر است که روزانه رکوع میکنن با مخلوق؟ میکنه نمیکنه؟ گفته پدر تا که دست شماش میکنی باید دستش چی کنی؟ پیش دانت ببری، دانت تا پیش دستش نبر که رکوع نشه. سیسته؟ عبادت ذلت است. چی است؟ عبادت ذلت است. وقتی که میگی که لا اله، نیست هیچ کسی مستحقی که تو خود پیش از او ذلیل بسازی، الا الله، بغیر از الله. چقدر مردم هستن که خود پیش مخلوق
ذلیل میسازن. لنگیشو از مکه در کتر پای رهبر خودم ماچ میکنن، ذلیل سا خودم نزار. پای کسی را ماچ کردی ذلیل شدی نشدی؟ چقدر مردم استان از این مقابل بیبی عقیده چقدر مهم است و چقدر ما بیتفاوت است. نظر والیوف و نذوره هم، والیوف و نذوره هم به نظرتان چی کنید؟ به نظر باید وفا شد. سیسی؟ نظر عبادت است نیست؟ است نیست؟ بلند بگوید نظر عبادت است نیست؟ قبول داره؟ خب خیلی وقتی که میگی لا اله الا الله نیست، هیچ کسی مستحق عبادت، یعنی مستحق عبادت نظر هم هیچ کسی بغیر از الله نیست. سیست نه؟ آل خیدر افغانستان سمنک نظر بهار است یا نیست؟ بهار نظر داره؟ بهار خالق است یا مخلوق؟ خیلی خالقکایی که تمام روز سمنک نظر بهار میکنه یا لا اله الا الله را مانایش میفهمن؟ میفهمن یا نمیفهمن؟ خیر بیخبری از عقیده حضور پنداشته میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال عقیده را بر مردم درس داد و ما 13 روز بر عقیده نمیدیم. اگر 13 جمعه شما درس عقیده بخونید، عقیده تان از زمین تا آسمان فرق میکنه. امیال نظر بی بی هست نیست در افغانستان؟ بی بی خالق است یا مخلوق؟ ها؟ مخلوق است. خیلی لا اله خود میگه که نیست هیچ کسی مستحق عبادت. آلی بی بی هایی که برای جان نظر میبرن یا خالق هستن یا مخلوق مستحق عبادت هستن. خیلی وقتی که ما نظر بی بی میگیریم، نظر بی بی با لا اله الا الله موافق هست یا مخالف؟ نه بلند بگوین. نه اگه من غلط کردم گردنتان بسته، اگه نگوین که غلط کردی دیپلوماسی نکنین، بگوین نه استاد نمیگه غلط هستن. خب بیان که لا اله الا الله را بیان که لا اله الا الله را که رسول الله هم 13 سال درس میداد. آل کسایی که نظر بی بی میگیرن، نظر آقا میگیرن، نظر مثلا مشکل کشا میگیرن، حضرت علی خالق است یا مخلوق؟ نظر داره؟ اگر کسی به حضرت علی نظر بگیره با لا اله الا الله موافق است یا مخالف؟ نه بلند بگین گردن تا دست کن. گپ دلتان هست یا همه تو کهتا من شما وهابی استین آل پیدای دار کردم سیسته؟ چرا که شما مخالفت نظر کردین؟ مشکل کشا را نظر شما مخالفت کردین؟ تو برو دانش شاید شمشی را بگو که نظر مشکل کشا نیست که خلطه کشمش نخود دکلا کلیت میذاره یا نمیذاره؟ اینان سعی کنین عقیده چقدر دقیق است. فرمول های عقیده مثل فرمول های کیمیاست، مثل فرمول های بیولوژیست، مثل فرمول های ساینس است، مثل فرمول های ریاضی هست. تو میتونی ضرب زبانی رو یاد نداشته باشی؟ یک شش شش یک شش شش دو شش دوازده سه شش شش چهار شش بیست چهار پنج شش سی باز تو میتونی که سوال ریاضی رو حل بکنی؟ بعد این پارچه امتحان محصلین یک هشت هشت یاد نداشتم، آخر از مجبوریت یاد گرفتم بخاطر از اینکه دبرم یاد هشت 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 ده هشت هشت هاد میشد حالا رو خلق میدم یک هشت 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 هسته پنج هشت هشت دمی هفت که میرسیم از پیشم آخر شیشم که تشتکایی میفز کردم نمیتونستم که پارچه حتی معصل سید مراد شانه برسانم چرا که یا هفت هشت میگرف یا شش هشت میگر یا پنج هشت میگرف این حال خوب را داره یعنی میخواستم فرمول ها در عقیده از برادر عزیز محترم بیاین کتابچه بگیرین سر عقیده کار کنین، فرمولای عقیده را حفظ کنین و مادرتان سرتان حق داره. نشه که در روز قیامت مادرت از پیش بگه بچه‌م تو هر جمعه میرفتی در مسجد درس خواندن، چرا مرا در شرکیات ماندی؟ بر ما میفهماندی به خانمت، بر خواهرت، بر برادرت، بر از اینا بفهمان. سعی کن تن همین مانای لا اله الا الله را که بر مردم بفهمانین. بسیاری کسا مانای لا اله الا الله را نمیفهمن. لا مستحق للسجدة الا الله نیست مستحق سجده مگر کی؟ پس سجده به غیر الله کردن شرک است نیست؟ رکوع کردن به غیر الله بگوید بلند است نیست؟ نظر کردن به غیر الله در کدام جای قرآن حدیث نظر به نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است؟ است؟ از پیغمبر که کس رتبه بلندتر است؟
نیست، وقتی که کسی دیگر رو بهش بلند نیست. پس ما چرا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نذر قربان ذبح کردن حیوان، ذبح کردن حیوان، قربانی کردن حیوان، کشتن حیوان عبادت است نیست؟ فصل لربک، نماز بخوان به پروردگارت و قربانی برای کی بکن؟ برای الله بکن. خب این کسی که این مرغ زیر پای آرسایتان که کشتن، شما عقیدیتان با لا اله الا الله صحیح یا غلط؟ یک تن والا کرده کسی که توی کرده که زیر پای مادر اولادای خود مرغ کشته، اثر کلمه بخونه یا نخونه؟ آن کشتن مرغ در مقابل یک مخلوق عبادت است نیست؟ ببینید در حدیث شریف چی میه؟ دو نفر رفتن در یک قریه داخل میشن، این قریه قریه بود پرستا بود، هر کسی که در این قریه داخل میشد میگو باید بری نمی بوت کمی جه زدن یک حیوانی رو بکشه. شطور داری خانه تاباد بیا بکش، شطور نمیداشت بیا گوسفند بیار، گوسفند که میگه نیست میگه خیرت برو یک سگ بیار بیا بکش. دو نفر مسلمان ها رفتن گفت برشان یک چیزی رو بکشین، گفتن آسه ما نمیکشیم. یکی گفت شطور؟ گفت نه. کدام حیوان؟ گفت نه. گفت برو حداقل یک مگس بیار، همین کلی مگس به پیشن بود پشه رو بیار. یکیش گفت من این کارم نمیکنم چون عقیده چیزه نمیکنم. گفت بکشینش. نفر دیگه گفت پشه چیست؟ حال یک مرغ که خراس چیست استاد شما بخیلی میکنین؟ او موتروان بروتای خودم چرب کرده که باز اونا مرغ زیر پای آرز کشتگی حرامم باز میخورنه سیزنه در پشه در دوزخ رفت که تو در مقابل غیر الله پشه را کشتی. در مقابل پای حاجی سیبنی گوسفند حلال میکنن نمیکنن؟ ذبح کردن حیوان در زیر پای حاجی با ذبح کردن حیوان در زیر پای هوبل و لات و منات که مشتکین میکردن چی فرق داشت؟ لات هم خوب آدم بود، حاجی هم خوب آدم است، منات هم خوب آدم بود، امی بودا بد آدم بود؟ خوب آدم بود یا بد آدم؟ بودا خوب آدم بود، لکن مجسمش ساختن زیر پای امی نصرانی ها که جیسوس کرایست در زیر پای عیسی مسیح که گوسفنده میکشن برای او سجده میکنن. حالا خوب اگه پیغمبر است دیگه، حال شرک از امی پیدا میشه که در شخصیت ها زیاد ما چی میکنیم؟ افراد میکنیم. از این خاطر برادرای عزیز این کلیدای عقیده هست، کلیدای عقیده هست. والله بیاین که کورس عقیده رو شروع کنیم، بیاین که در سایه موافق هستید انشاءالله. هر کس غیرازی کرد گردنش بسته، هر کس که تاپکن آورد گردنش کتابچه‌تان بگیرین در سایه عقیده رو باور بکن که اگر عقیده جور شد، اگر امیال ما یک چند هزار نفر داشته باشیم که موحد واقعی و عقیده قرآنی داشته باشه، باور بکنین خلافت اینمی قسم عویزان است. لیکن گفته اینمی ارده کی به میراث میبره؟ عبادی صالحین، بنده های صالح. بنده صالح کی است؟ که خودش اصلاح باشه، عقیده خودش اصلاح باشه. ما که اگر با این سیستمی که خود ما در عقیده خود مشکلات داریم، ما نمیتونیم که نظام اسلام بسازیم. پس اگر بخوایم که نظام اسلام بسازیم، اگر بخوایم که امیال ما و شما بینه برتون بودیم، اون از ما در مزید اعوذ بالله من شیطان رجیم، من برای بچه‌ها درس میدادم، بچه‌ها خرد خود هستن، گفتن استاد چرا شیطان رانده شد؟ من گفتم به خاطر که سه عیب داشت. سه عیبش چی بود؟ یکی تکبر بود و یکی تعصب بود و یکی حسادت بود. تکبر به خاطر چی هست؟ الله یگانه که نگه ببینی امیس استاد دایی این قواری زیر سوی کن، من در سزیر بیشینم گوش بگیرم. حال قواری مرا چی میکرد؟ ما خود ازدواج نمی کنی؟ حال تو گرد به منو بشنم چشمایی تا پوت بگیست اون قواری میسل. خب این حال بعضی کسا هست تکبرش اجازه نمیدیش. تکبر چی قسم پیدا میشه؟ مثلا یک نفر در پوانتون اول نمره شد، در کانکور اول نمره شد، در طب رفت،
آه استاد شما هم فلانی نیست. آه اول نمره شدی در کانکور برآمدی. یک کسی اگر موتر خرید، یک کسی اگر که پیسه دار شد، از این خاطر شیطان عبا و استکبره. یک صفت شیطان چی بود؟ تکبر. تکبر انسان از بارگاه الله میکشه. دوم کار شیطان تعصب است. امیال باور بکنید که کتک کتک مولویار دیم و تعصب است. من پختانویو آه اما علی سبزدی خدا در شاگرد شیطان ساختی. ما فارسیوان هستیم، ما دری زبان هستیم، ازبکش میگن ازبک هستیم. بس این کسی که تعصب میکنه رجیم هست نیست؟ شاگرد شیطان شدی، رجیم شدی نشدی؟ چقدر مردم امیاله امی احزاب قومی رو ساختن که ای پشتون خواست و ای مثلا افغان ملت است و ای ستم ملی هست و ای مثلا چطوره فرست. امیاله یکی از یا مسلمان نیست. بار که خیزک بزنن مسلمان او است که قرآن بگوشی میشه. قرآن میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاكم. ای با تقوا میتونه عرب باشه، میتونه عجب عجم باشه، میتونه سیاه‌پوست باشه، میتونه سفیدپوست باشه، میتونه دری زبان می باشه، میتونه پشتو زبان باشه، میتونه پشه‌ای باشه، میتونه هزاره باشه، میتونه قزلباش باشه، هر کسی که باشه. ان اکرمکم عند الله اتقاكم. لکن قوم پرستای این آیه قبول دارن؟ میکنه قبول؟ پشتونای قوم پرست اگه بگه من فارسی زبان هستم لکن خوب با تقوا هستم قبولش میکنه؟ نه 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 موزه. در این زبان های قوم پرست پشتون با تقوا را قبول میکنن؟ نمیکنن. پس عقیده وقتی یک آیت قرآن را قبول نکردی از صف مسلمان ها برآمدن. از این خاطر سوم چیزش حسادت است. شیطان حسادت کرد. اوه اوه یادم سیکو این قواری از این سیکو اوه اوه کلگی بر از این احترام کنه و کلگی بر از این سجده احترام. او وقت در اون وقت اجازه بود حالا سجده بعد از آمدن قرآن سجده احترام از بین رفته. او در امتهای قبلی به نام سجده احترام بود که ملائکه ها کردن یا برادرای یوسف علیه السلام برای یوسف علیه السلام کردن. در عقیده اسلامی سجده احترام نیست، سجده فقط عبادت مانده، دگاهش کلش منسوخ شدن. اینال برادر عزیز و محترم اینال حسادت کرد. حسادت آتش است که در قلب انسان که در گرفت یا جانب مقابل می سوزانه یا خود در میده. آتش وارد به این صورت اینا شدن. اینال برادرای عزیز محترم کورس عقیده بسیار مهم است و یک عقیده است که علم کلام رو جور کردن و صاحب کلمات را آورده که هر قدر بخوانی مثل که در کتاب های صنف 12 آورده که صفات خداوند عین ذات است یا غیر ذات است. نه خود معلمش یاد داره نه شاگردش یاد داره. عقیده از او هم خراب کرد، خودش هم نمیفهمه. فلسفه های مختلف در قید یکی عقیده است که در قرآن عظیم و شان است و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. از این خاطر برادران این مقدمه بود که عقیده چرا مهم است. به خاطری که مهمترین عنصر در زندگی یک مسلمان عقیده است. بدون عقیده مسلمان بودن نمیتونه. کل قرآن در عقیده هست. کل قرآن بخوان کلش در عقیده هست، دیگه چیزی نیست. نکو عبادت به غیر الله، خالق بشناس، صفات خالق بشناس. لکن ما از این گپا دور هستیم. زیر بنای تمام اعمال و عبادات عقیده هست. اگر عقیده درست بود نه نماز ما چرا خراب است؟ عقیده ما خراب است. اگر یک نفر عقیده داشته باشه که من نماز استاد هستم در مقابل ذات واحد متعال، ذات کبریا من استاد هستم نماز میخوانم. شما تصور بکنین وقتی که استاد میشه میگه الله اکبر که دسته خدافظ میگه آیا ای با بسیار در مقابل خالق متعال همین قسم و کسایی که عقیده پخته داره که من در مقابل او ذاتی که غفور است، رحیم است، عالم الغیب است، ذات است که لحظه به لحظه مرا میبینه، آیا در نماز خود باز ما میتونیم بتونیم؟ خواندی نماز؟ خواندی؟ چقدر خوب. اگر عقیده قوی باشه ما این قسم نمیم. چطور در مقابل ذات واحد متعال تو استاد هستی و تو الاحسان از رسول الله صلی الله علیه و آله که احسان چی است؟ گفت ان تعبد ربک کانک تراه.
خالق تا اقسم عبادت بکنه مثل که میبینش. و این لم تکن ترا، اگر تو دیده نمیتونی مشکل چشمایی تو داره، فانه یراک، الله ترا میبینه. تو باید بسیار با صدای سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم معنای شده فکرت میگیری. اگر عقیده خراب بود، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمی الله، بی معنا. سبحان ربی العظیم چی معنا؟ پس عقیده هست که کل چیز جور میکنه. چرا صحابه در طول چندین سال خلافت اسلامی را ساختن، اسلام در کل دنیا رساندن؟ به خاطر از اینکه عقیده قوی داشتن. عقیده قوی مثل چی وارست؟ عقیده قوی مثل که یک نفر اما تو از داخل آنقدر قوی باشن، آنقدر متین باشن، آنقدر با عزم باشن. یک نفر میری تو شله هستی و بیچاره عقیدهش خراب است، تو آمدی او عقیده داره که موسیقی غذای روح هست. امی کسایی که عقیده دارن که موسیقی غذای روح هست، قرآن میگه به ذکر الله تطمئن القلوب، یا میگه نه به موسیقی تطمئن القلوب، یا عقیده شان سیس یا عقیده انگلیس است. انگلیسی رو برشان دادن. آلوگی عقیده داره، عقیدهش عقیده انگلیس است و او عقیده داره که موسیقی غذای روح است، قرآن غذای روح نیست. تو برازو میگی بیا عروسی اسلامی بکو، قبول میکنه. اما اگر کس فهمید که قرآن کلام الله هست، قرآن کتاب زندگی هست، امی کسایی که میگن که قرآن در مرده ها خوانده شود، داروسی قرآن خوانده نشود، در خوشی قرآن خوانده نشود، این کسایی که قرآن کتاب مرده ها ساختن، یا موحد هستن به قرآن باور دارن؟ حالا بین سر جور کنیم خدا. باید ما بگیم که قرآن کتاب زندگی ما هست. امی البور تو دیگاروسی هست، اما تو شروع که بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یک از دوستای ما هست یک ذره مزاقی است، دیگان آرسی که رفت و تو میره آرسی که دول تبلا بیگه پا باشه، با دیگان دفعه مردم آزار میده که شروع که کشیش کردی سفیده کلا کشیش چند شروع میگه اعوذ بالله، یک دفعه اگه سفید والا بو بخشی بیا در غلط کردی. چی غلط کردیم؟ اینجا خود مرده نیست، توی است. خو یعنی در توی تان قرآن خوانده نشه؟ اینا در برادر از این همین مشکلاتی که پیدا میشه که ما نمیتونیم نظام اسلام بسازیم، ما نمیتونیم که خلافت اسلامی را دوباره احیا بکنیم، ما نمیتونیم که قانون اسلام را تطبیق بکنیم، کلش در عقیده میچرخن. والله من دیروز خجالت به این کشیدم، پری روز یک فیلم مسائل داشتم، یک جوان مسلمان در سرک لندن میره برای یک نفری که هیچ دینی نمیفهمه، برش میگه که تو باور داری فلانی داری؟ میگه نه من چیزی ندارم. برازو استاد اما تنیس استاد قیام بودی؟ برازو گفته میره که تو برازو دین تشریح میکنه در روی سرکی که سرک لندن است، زنها را ببینید صاحب سنوشه دیده نمیشه و مردهایش سنوشه دیده، لیکن همین نفر دعوتگر اسلام در دستش مایک است، میره پیش نفر که برادر دو بلیف دو جو دور دمی اف دقه اش دقه، یک نفر در روی سرک مسلمان میسازه. فلمایش هست پیش من براتون، باز فلمایش هست پیش استاد قیام الدین است که براتون که سر کنین. ده هفته هشت دقیقه نفر یک دفعه مسلمان میشه. ما و تو ده هشت ما یک بی نماز نماز خوان ساخته نمیتیم. چرا نمیتونیم؟ چرا ما خود ما مشکل عقیده داریم. بخاطر از اینکه اگر یک کسی اگر دعوت کردیم، ما تو رفتیم مثلا من استاد دایی خوب دیگه دعوتگر هستم، اگر رفتم در یک مجلس خوب دیگه پیشریم بردگاه، اگر یک قاب گوشت از برای ما سه قاب مانده، اگر بردگاه مثلا یک قسم میوه از برای ما سه قسم مانده، باز ما دیگه خوب دعوتگر هستم، آه برادرها اسلام اسلام. اما اگر یک انتقادک شدم، باز دیگه میگم نه من اینجا گپ نمیزنم، نه والا سم، نه با مان خدا، نه شما گوشت زیاد خوردین، برای ما کچالو مانده. دین این قسم است. اگر عقیده قوی باشه، باز هر کار کرده میده. از این خاطر برادرای عزیز انشاءالله تصمیم است، اجازه تان است، نه انشاءالله، چون عقیده برادرها بسیار مهم است. اهمیت بسیار بیادبی هایی که میشه در افغانستان به خاطر ضعف عقیده میشه. سه نفر شیش چند مگر یک فکایی بگویم؟ فکایی؟ ها؟ چی فکایی میگی؟ ولی یک فکایی است. خب ببخشید استاد، اگر اجازه باشه دواری خداوند است. ما باش میم خیلی خودت رو کافر میشی، باز ما اجازه بدم مرم کافر میسازی؟
چرا هستن؟ در مقابل خالق در فکایی میری؟ یه چی قسم تو مسلمان هستی؟ پس آنگه صاحب علکه نگرفته در دماغش میریم که ایدا 15 سال پیش کافر بوده، کمونیست بوده، بیدین بوده، فلسفه مارکسیسم خوانده، آل پیش از این مارکسیست که است، خدا و پیغمبر و انسان عادی کلش ما یک چیز، سر از اون فکایی بگو، سر از اون فکایی بگو، سر از اون فکایی. اما انسانی که عقیده داشته باشه جرأت نمیکنه. چرا ما جرأت داریم که سر خدا و سر پیغمبر و سر ملائکه فکایی میگیم که دو آسمان دل میزنه؟ به خاطر از این جرأت از بیدینی ماست، از عدم فهم عقیده است. اما اگر بفهمی که این چقدر مضر است، مثلا ما و شما یک نفر روی شاوله داره، دستای شاوله داره، میریم دست شما کم میگیریم، این تو مرد چی کنی دستای تطوری تطوری میکنیم، اما یک دکتر متخصص دست میزنه، فورا دستکش میگیره، دستای خود میکنه و پوز خودم بسته میکنه. چرا؟ میگه به خاطر از اینکه بعضی میکروب ها از طریق تنفس انتقال میکنن، بعضی میکروب های خطرناک است که می دست زدی تو را هم میگیره. اینمی قسم که دکتر میفهمه. یک روز یک جای شیشته بودیم، بادام آوردن، یک دکتر شیشته، یه دیگه بسیار کلی که سعیل دارن جگر خون است و یه دیگر آدگر سعیل بادام ها گرفتن که دندان خود تق تق مشکلانم خورده میره. گفتم دکتر سعیل مشکل توشی است؟ گفتی مردم از خاطر دو دانه بادام دندان های خودن میزنن، حالا باز میرن 30-40 هزار مجبور باز دندان ساختگی بشارن، دندانشان چند وقت باد خراب هست. پس او دکتر میفهمه که شکستاندن بادام با دندان چند ماه بعد بر از این ضرر میرسن به دندانش. از این خاطر فهم در عقیده آدم با ادب میسازن، ادب با خالق متعال. سگنی ما شما مسلمان ها نگنم که الله 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 نگو نگو چم شد؟ چرا؟ به خاطر از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت الله الله نگفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگفت؟ سبحان الله والحمد لله، تنها نمیگرفت. تو یک کسی امر پدر خود ادب یاد داره، مثلا نام پدرت است چیست؟ مثلا نام پدر یک است عبدالواحد. وقتی که پرسان کنیم بیدر جان امیران پدر چیست؟ میگه آجی صاحب عبدالواحد خان ناصری کابلی غربندی چطوره گایی؟ میگه نمیگه. اگه بری برای پدر بگه که واحد خان چطور هستی؟ کتی سیلی در دانت میزنه، میگه تو بی تربیه. این حالا صاحب ما وقتی که در مقابل یک مخلوق ادب یاد داریم که نام یک شخص نمیگیریم. استاد محترم، برادر عزیز، دکتر صاحب محترم، فلانی صاحب محترم، چرا در مقابل نام الله سبحانه و تعالی اینقدر بی تفاوت هستیم؟ الله 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 بیچاری کسا ببینه الله و اکبر مرگ الله الله اکبر بگو، حداقل نام الله را یاد بگی که الله سبحانه و تعالی را چه قسم باید بگی. بسیاری که اساس 40 سال چه جل جلاله. برادر دیروز یک دکتر طب آمد، استاد طب از دکتر صاحب دانش، مرا میگه بعضی کسا هستن خوب خدا ملا هم میگیرن تا بال جل جلاله رو یاد ندارم. یارا بگو بگو برادر امیر خود جل جلاله بگوین، گای جلالهی میگن، گای جلاله میگن، گای چه امیر خود ادب. ببین که کس کیه کمک عقیده را فهمید، ادب با الله سبحانه و تعالی، ادب با ملائکه. ما شما نام ملائکه را جبریل میگیم یا میگیم جبریل علیه السلام؟ میگیم نمیگیم؟ و بعضی کسایی که خوب عقیده را میفهمه باز میگه جبریل امین علیه السلام. نام یک پیغمبر وقتی که میگیریم میگیم آدم علیه السلام، موسی علیه السلام. ببین ادب با اعتقادات یکی از بحث‌های بسیار مهم ما در عقیده هست. از این خاطر برادرای عزیز و محترم، این درس مقدمتاً بود به خاطر از اینکه عقیده بسیار مهم از زیربنای تمام اعمال است. شرط قبولیت تمام اعمال مسلمان که است تعلق به صفای عقیده میگه که انشاءالله باز در هفته آینده بخیر شروع میکنیم. مفصلا که شما پیشتان کتابچه و قلم هم باشه، به خاطر که بعض نقاط مهم است که این باز که در درس شنیدین پیشتان که یک دفعه نوشته کنین، بیرون که برامدین یک دو سه مرتبه پیش خود تکرار کنین که تا در مغزتان بشینه و این فرمولای عقیده را ما شما یاد بگیرین، باور بکنین. شما چند درس عقیده را باز بخواین، باز پس خودتان ارزیابی بکنین که ما چقدر در افغانستان مشکلات اعتقادی داریم. الله سبحانه و تعالی ما شما را توفیق بده که الله سبحانه و تعالی را درست بشناسیم، صفاتش را درست بشناسیم، نامهایش را درست بشناسیم. الله بر ما توفیق بده سبحانه و تعالی که
ما عبادت خالق درست بشناسیم و با عبادت مخصوص از او بکنیم و بغیر الله عبادت را نکنیم. الله سبحانه وتعالی ما به شما توفیق بده که ادب در اعتقادات با مقدسات یاد بگیریم و الله سبحانه وتعالی از هر چیز دیگه که اول بر ما توفیق نصیب بکنه که وقت خدا برای فهم عقیده بتیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. یک درود شریف بفرستین. اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صلى تعالى ابراهيم وعلى ال ابراهيم. من مسلمانم 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 با شهامت غیرت و جرأت و هم شجاعت این هدف در ره دین و ایمان عاقبت یا ظفر یا شهادت عاقبت یا ظفر یا شهادت این حقیقت بدان ای مسلمان شد فدا جان فاروق و عثمان حمزه با آن جگر پاره پاره خالد و حیدر و سعد و سلمان حمزه با آن جگر پاره پاره خالد و حیدر و سعد و سلمان صد هزاران جوان لاله گون شد این زمین بهرشان رنگ خود